به نام خدا. جلسه گذاشته راجع به حساب دیفرانسیل توابع چند متغیر با هم روابط رو صحبت کردیم. در اون قسمت گفتیم که حد توابع چند متغیر اثباتش سخت، موضوع بحث بچه های رشته های غیر ریاضی خیلی نیست که با اپسیلون دفع حد اثبات کنیم، اما یه نکته خیلی مهم وجود داره که شبیه سازی حد چپولاس هستش. گفتیم چون در فضای توابع فضای آردو، یعنی چون متوابعی که داریم از آردو هستن به توی آر، پس بنابراین زد مساوی اف ایکس و ایگزیگن، در دامنه تعریف شما فضای آردو رو داریم. ببین چند بینید توی آر، پس از آردو داریم بینیم توی آر. توی فضای آردو شما یه نقطه که در نظر میگی به نام ایکس و ایگزیگ، یک همسایگی هولش که میذارید به نام ایکس رو بایست میگید به شوهای آر همسایگی میزنی. خب کل این داخل این دایره که گفتیم یه قرص دیسک هست که باز همسایگی شماست. وقتی میگیم رفتار تابعی اف رو پیرامون نقطه ایکس اف رو وای صفر میگیریم، گفتیم هر مسیری چه خطی چه در واقع سهمیدوار، هر جوری که از نقطه ایکس اف رو ایگره عبور میکنه، حد رو همه مسیرها باید موجود باشه و با هم برابر باشه. به عنوان مثال مثلا میگن حد این تابعه رو اضافه کنه. ببینید این تابعه اگه بخوام تحلیلش کنیم به کل آر دو، برای هر ایکس و ایگره مخالف صفر به ازای هر ایکس و ایگره مخالف صفر و صفر، این تابعه پیوسته است. اف پیوسته است، پس حد میشه بگذاشت. بنابراین لیمیت ایکس فور منهای فور وای سکویر به روی ایکس سکویر پلاس وای سکویر وقتی ایکس و ایگرگ میرن به سمت آبوبی، که چی؟ که آبوبی مخالف صفر و صفره، دقیقا میشه آ چهار منهای چهار بی دو تقسیم بره آ دو به اضافه بی دو، یعنی میشه میگرد بارش. فقط تو نقطه صفر و صفر، پس که مخرج میشه صفر، دیگه تقسیم حده نمیشه به استفاده که تابع ناپیوسته است، باید حد بگیریم. خب حد که بخوام بگیرم، مسیر بگیرم، مسیر اول رو انتخاب کنیم. مثلا وای رو بگیریم ایکس دو، خب وقتی ایکس میره به سمت سه، این تابه از نقطه صفر و صفر عبور میکنه دیگه، پس حد ایکس دو چهار منهای چهار وای دو تقسیم بر ایکس دو به اضافه وای دو وقتی ایکس میره به سمت صفر و ایگرگ مساوی ایکس دو، مسیر اول میشه چی؟ میشه حد ایکس چهار منهای چهار ایکس چهار تقسیم بر ایکس دو به اضافه ایکس چهار وقتی ایکس میره به سمت چند؟ صفر. ملاحظه کنید وقتی حد رو حساب کنیم، حد میشه چند؟ میشه صفر رو مسیر اول. مسیر اول، مسیر دوم رو اینجوری اختیار کنیم، x رو بگیریم مساوی دقیقاً صفر، y رو به صفر میل بدیم. پس چی میشه این مسیر دوم؟ میشه حد در واقع x صفر میشه منفی 4 y دو به روی y دو وقتی y میره به سمت صفر. وقتی y میره به سمت صفر، x صفر بود دیگه. خب پس میشه منهای 4. مسیر اول شد صفر، مسیر دوم شده منهای چهار، برابر نیستن، پس حد در صفر و صفر موجود نیست. این یکی از نکات کلیدی که شما باید توی حد توابع چند متغیر باش کار کنید و در واقع بتونید از این استفاده کنید. این که خیلی مهمه توی محاسبه های حدی. لطفا دوستان توجه کنید که ما میتونیم بگیم که در واقع مسیرهای متفاوت نقش اساسی رو در عدم عدول حد بازی میکنه، که خیلی مهمه که باید بشه دقت. اما یکی از کاربردهای حد، گفتم در ریاضی یک صحبت کرده بودیم، حد اساس تعریف دو تا تکنیک جدید در ریاضیات، البته جدید نه الان، در واقع حساب دیفرانسیل در قرن 19 را میفته، بحث مشتق و بحث انتگرال. چون توابع چند متغیر یک متغیر مشتق انتگرال تعریف کردیم، ببین ایده ما در تعمیم مفاهیم مشتق با انتگرال به توابع چند متغیر، همین که
تکنولوژی یک متغیر مهم انتقال بدیم. الان من تو هر چیکار کردم غالبا مسیر میگرفتم، مسیر که یک متغیر به دیگری وابسته بشه و چه اتفاق بیفته، حد رو بکنم یک متغیر. یعنی تکنولوژی خاص برای چند متغیر نگفتم برای دو متغیر میکنم، تک متغیر استفاده میکنم. بکن اینجا شد یه متغیر حد بهتر شد سه، بازم کردیم متغیر حد میشه گفتم رو منهای چهار، گفتم چون برابری حد وجود نداره پس تکنولوژی حد تو چند دو متغیر تبدیل به یک متغیر. برابری این متغیرتون بمونه، ایده تأمین حساب دیفرانسیل و انتجال در حالت چند متغیره به کمک یک متغیره انجام میشه و عملیاتی میشه. خیلی مهمه، یعنی اگه شما فرض پاس انتگرال روی مثلا دو بعدی تعریف کنید روی فضای دو بعدی سی و دی، این تبدیل میکنه تو تا انتگرال مکرر آ تا سی تا دی آ تا بی. این خیلی مهمه، یعنی من چیز جدید رو نمیگم، فقط یک کانکشن یک ارتباط برقرار میکنم بین چند متغیره و یک متغیره، مثل این حدی که الان محاسبه کردید انتگرال را مشتق. اما بازی مشتق در ریاضی یک چی بود؟ حد رو به دست آوردم، حد بلدم تو فضای چند متغیره بگیرم، اساس کارش هم شما بلدید، حد که معرفی شد شما اجازه دارید در مشتق صحبت کنید. اما برگردیم مشتق چی بود که بخواهید تو فضای چند متغیره از مشتق صحبت کنید. در ریاضی گفتیم اگه تابع F در همسایگی نقطه x تعریف شده باشه، من میتونم از مفعول به نام حد استفاده کنم، اگر از مشتق استفاده کنم. به این صورت که شما اگر به این فرمت به مسئله f تابع از r به r میگفتیم f در نقطه x مشتق پذیر هرگاه حد زیر موجود باشد. پس لیمیت f x0 به علاوه دلتا x منهای f x0 بخش بر دلتا x، وقتی دلتا x میره به سمت 0. نگفتی نموب، نموب یعنی تغییر دادن، رشد دادن. نموب چی؟ تابع بر نموب متغیر. این اگه بند دلتا x تو متغیر نموب ایجاد کنیم، تغییر ایجاد کنیم، تابع f تغییراتش چقدر میشه؟ اینو نسبت به هم تغییراتشون چطوریه؟ ببینید اگه تابع خط بود اینه مساوی با ax به علاوه b، یعنی تابع fx اینجوری بود، نموب تابع به نموب متغیر اگه بنویسید میشه a، تابع ثابت بود، عدد ثابت بود. بله عدد ثابت که باشد اسلامی گفتیم مشتق وقتی بنابرای مقدار ثابت باشه میشه خط، درسته؟ یعنی تغییرات تابع به تغییرات متغیر ثابته، که مثلا تو فیزیک اگه مکان زمان باشه میگفتن سرعت ثابت، سرعت زمان باشه میگفتن شتاب ثابت، به این صورت و تابع میشد خط. حالا اگر حد بدون چقدر در قسمت بعدی گفتیم مشتق زمانی که خودش چیزی که این وابستگی با همدیگه وابسته نبودن، متغیر تغییرات تابع به تغییر خیلی لحظه به لحظه عوض میشد، که اگه شما در این نقطه این کسر حدش موجود باشه میگید به طور لحظه ای این تغییرات به تغییر دلتا ایکس با هم برابر میشه، اگه عدد به وجود بیادی موجود باشه بشه افریم ایکس اف نمایش نمیدیم نماد بود. اگه اف در نقطه ایکس مشتقه اگه حد از این موجود باشه آنگاه اونو با این نشون میدیم با این مقدار افریم ایکس اف. حالا افریم ایکس اف چیه؟ اونجا در سراسر باز تابع میشه خط، اینجا به طور موضعی لحظه ای تابع میشه خط. اگه یه خم من داشته باشم به این صورت در اینجا باشم مشتق حساب کنم موجود باشه، یعنی توی یک لحظه میشه اینو با یه خط برابر کرد که بهش میگیم خط مماس، خط مماس یا تانجنت لاین. این تئوری مشتق هستش که توی نقطه‌ها یا میتونه مماس رو رسم کرد،
یادم نوست همون خطی که نگاه میکنیم. پس یا F در سراسر کل بازه خط هست که مشتق میشه تابع ثابت و نماد تابع در فرمول تابع رو داریم، یا لحظه به لحظه تغییر میکنه به طور لحظه ای بشه خط بهش نگاه میکنه که اون وجود مشتق. پس تابعی که مشتق پذیر باشد به طور لحظه ای میتونه بهش به صورت خط بهش نگاه کرد، که میشه بگیم از نظر هندسی هم میگن هموار، هموار سورس. خب حالا نکته‌ای که باید اشاره کنیم بهش در خصوص مشتق اینه، اگه من همین تعریف رو بردارم تابع دو متغیر بزنم چه اتفاق میفته؟ میگم همون تعریف میکنم از R2 به R، درسته؟ میگم اگر F در نقطه X0 رو Y0 مشتق پذیر از هر گاه حد زیر در نقطه X0 رو Y0 مشتق پذیر حد زیر موجود باشه. ببین نمود متغیر اون موقع X داشتیم، تغییراتش میتونه به اندازه دلتا X به اضافه کنیم، x صرف دلتا x اضافه کنیم. بعد fx fx صرف بود، میگفت fx صرف به اضافه دلتا x شد. تفاوت اینا میگفت تغییرات تابع، تفاوت این دلتا x به تغییرات متغیر. حالا من x صرف رو y صرف دارم این آخه تو صفحه نمود میدم، هم به متغیر اول باید نمود بدم هم به متغیر دوم باید نمود بدم. خب خب تابم چیه؟ f x و y که در نقطه x و y صفر تعریف شده میشه چی؟ f x صفر به اضافه دلتا x و y صفر به اضافه دلتا y. اینجا تغییرات متغیر تفاوت این دوتا، تغییرات تابع میشه تفاضل این دوتا، تغییرات متغیر تفاضل این دوتا. پس من همون رو برمیدارم میدارم اینجا. ببینید تعریف هم میشه این تعریف هر تعریف مشتق، تعریف مشتق رو فرم اینجا نگاه کنید، حد f x0 به علاوه دلتا x y0 به علاوه دلتا y منهای f x0 y0 تغییرات تابع به تغییرات متغیر. که اگه این رو از کم کنید این اولی باید کم میشه، میشه دلتا x و دلتا y. وقتی چی؟ دلتا x رو دلتای وای میده به سمت صفر و صفر. حالا یه حد موجود داشته بودی مشتق، آیا مسئله درسته؟ خیلی مهمه ها، آیا مسئله درسته؟ چه مشکلی وجود داره؟ شما در تعمیم یک عبارت باید بدونید تو فضای جدید، تو محیط جدید ابزار قبلی دارید یا ندارید. یعنی چی؟ اینجا اف تابع است، دلتای هم عدده، اف عدد است، این مقدار بالا مقدار پایین هم عدده، عدد تقسیم عدد مجازه، مشکل نداره. اینجا چی؟ اف عدده، اف از کجا بکنه؟ از R2 به R2، مقدار اف عدده، تفاضلش میشه عدد، مشکل نداره. خب آیا R2 عدده؟ دلتا X و دلتا Y عدده؟ نه خیلی برداره. چیکار کردیم؟ ما ندانسته از تقسیم بر بردار استفاده کردیم. خب ندانسته از این استفاده کردیم. آیا تقسیم بردار بر بردار داشتیم؟ خیر نداشتیم. پس این غلطه، ما مجاز به این تعمیم نیستیم. خب چکار کنیم برای تعریف مشتق؟ برای اینکه این مسئله واضح تر بشه، خب یک معنی هندسی هم بگیم. اینجا گفتیم معنی هندسی در واقع مشتق توی ریاضی یک اینه، تابمون یک خمه، میخوام بگیم توی نقطه خط مماس میشه یا نه، یعنی در لحظه میتونیم بتونه خط بشه نگاه کنیم یا هموار بودن. حالا چی شده؟ حالا تابمون میره توی فضای آرسه عمل میکنه. ببینید ما تابع از آربار کجا نصب کردیم؟ تو دستگاه مختصات دو بودی دست کردیم. یک دفتر یک میشه آر دو، اینجا یک دفتر دو میشه چند؟ میشه آر یک دفتر دو میشه آر سه، دفتر یک به اضافه دو میشه آر سه، اینجا میشه چند؟ آر دو یک به اضافه یک. پس توی فضای آر دو شکلی این رخ میده. اگه من شکلی میتونم رسمش کنم، مثلا فرض کن همین یه شکلی به این صورت در نظر بگیریم، خب مثل یه سهمیگون بشه نگاه کنید با رنگ دیگه،
رسم کردم به نظر میرسم بهتر بود. این حالا شو محور مختصات اینه x y copy این y این x این هم z. این تابعه ما یه روی است. وقتی میگیم تو نقطه میخوام مطالعش رو ببینید یه نقطه دارم x0 رو y0 فرض کنیم y0 این هم x0 این هم چند x0 رو y0 اینجا درسته؟ اینجا میشه چی؟ نقطه x0 رو y0 رو f x0 رو y0 که اینجا f اینجا میاد f x0 رو y0. حالا شما این نقطه همسایگی حوله میزنی گفتم همسایگی رو به صورت دیست کرد. هدف چیه وقتی بخواییم بررسی کنیم؟ بخواییم توی این نقطه آیا صفحه مماس وجود داره توی این نقطه؟ یعنی میشه توی این نقطه صفحه مماس به روی در نظر گرفت؟ اگر بخواییم دقیق‌تر به مسئله نگاه کنیم یه بحث مثل مثلا روی بار مثلا ما داشته باشیم تو فضا، این دیگه جسم مثلا روی است تو فضا که شما در نظر میگیری صفحه خمیده است. اگه میگیم توی نقطه مشتق پذیر هست یا نه، میخوایم ببینیم توی نقطه صفحه مماس وجود داره یا نه. مثلا این رویه شماست، حالا این هم صفحه مماس داره. دیگه کنید یکی یه بود بیشتر شده، خم شده رویه، خط مماس شده صفحه مماس. پس من از لحاظ هندسی دنبال صفحه مماس میگردم. این چیه؟ صفحه مماس. یا به طور کلی‌تر آیا در هر نقطه این خم در هر نقطه به طور لحظه‌ای صفحه است که اون صفحه مماس باشن؟ هندسه کمک میکنه به ما تعبیر بهتری از این داشته باشیم. خب فعلا مثلا بزنیم بمونه اینه که جبرش اینجا خوب بود، هندسیش هم خوب بود، فهمیدیم. الان هندسه رو خوب میفهمیم ولی جبرش جواب نده، چه کار میکنیم؟ با توجه به اینکه تقسیم بر بردار معنی نداره توی بحث ما، ما یک کار اساسی انجام بدیم. همونجور که گفتم فلسفه مطالعه توابع چند متغیر به توابع یک متغیر برمیگرده، یکی از این دلتا متغیرها رو ثابت در نظر میدیم. مثلا پس برای ورود به حل مشکل مشتق کافی است در ابتدا یکی از متغیرها را ثابت بگیریم. مثلا اول وای رو ثابت بگیریم میشه چی؟ میشه حد اف x0 به اضافه دلتا x و وای0 منهای اف x0 رو وای0 تقسیم بره متغیرات این حامله یک تقسیم این حال کنیم هم دوباره میشه صفر، اولی میشه دلتا ایکس وقتی دلتا ایکس میره به سمت صفر. بعد ایکس را ثابت بگیریم، ایکس را ثابت بگیریم میشه بعد حد اف ایکس صفر رو وای صفر به اضافه دلتا وای منهای اف ایکس صفر رو وای صفر تقسیم بره دلتا وای. اخیر دلتاوان یه به سمت چند؟ صفر. حالا یه سوال اینجا مطرح میشه، اینا چی هم؟ از نظر جبری خب تعریفه یا حد رو محاسبه میکنیم. خب میتونیم به اسمای وابسته میدن بهش بگیم. این از جنس مشتق ولی مشتق کامل نیست، همه مشتق نیست، چون به یه مشتق به یه متغیر خاص فکر کرد. به طور جزء فکر کردیم اینا میگن بگیم مشتقات جزئی. پس مفهوم مشتقات جزئی مشخص شد. به خاطر اینکه حد بر نمیتونه کلی تعریف بشه، بر بردار نمیتونیم تقسیم کنیم، یکی یکی دو تا دو مرحله مشتق میگیریم. اینا میگیم مشتقات جزئی. اولی رو میگیم مشتق جزئی نسبت مشتق جزئی نسبت به x، دومی مشتق جزئی نسبت به وای. اسمشون کاملا گویای اهداف ما و بحث ما هست. پس من حد اول رو میذارم چی؟ حد اول مشتق نسبت
بعد به x را با f پریم چون گم میشه x رو بذارم اونجا که یادم نره x صفر و y صفر اگر اون حد موجود باشه و اگر حد دوم بود اگر یه بنویسم حد اول موجود باشد میشه مشتق نسبت به x با این نشونش بدید اگر حد دوم موجود باشد میشه مشتق نسبت به y و می‌نویسیم f پرایم y f x رو پس من دو تا مشتق اینجا ایجاد کردم مشتق نسبت به x مشتق نسبت به y بریم در مشتقات جزئی این مفهوم را مشتق جزئی میگویم چرا اسم انتخاب کردیم؟ اولا ریشه بحث از مشتق میاد کلمه مشتق کلمه خوبیه و متناسبه با بحثم جزئی میکنه متغیرها رو میدهیم کلت رسیم تغییر کل بگیم تغییرات جزئی در نظر گرفتیم خب حالا سوال میه معنی اینا چیه؟ بخاطر که معنی بهتر بینا بدیم معنی هندسی مدون دیگه معنای هندسی بیم ما چی داشتیم؟ یک مفهوم مشتق داشتیم یک صفحه مماس این مشتق جزئی چی هست رو با همدیگه باید مرور کنیم تابعی که شما من دادید تابعیه در اینجا من یک پاس بکنم چون نیاز دارم برای ادامه بحثم تابعی که من شما معرفی کرده بودم F x و y مساوی با z بود درست بگیرم؟ حالا این تابع تو مرحله اول که اینجا هست چیکار بسش کردیم؟ تو مرحله اول اومدیم y رو گرفتیم y صفر پس تابع میشه z مساوی f x و y صفر از z نیستیم چون y ثابت شد یه تابعی بر حسب x میشود چون y رو ثابت گذاشتم دیگه به جای y مقدار بذاریم میشه عدد فقط x میمونه میشه تابع یک متغیر تابع یک متغیر خب اگر من این تعریف رو جایگزین کنم از یک نتیجه میگیرم اینجا میشه لیمیت f فی x صفر به اضافه دلتا x منهای فی x صفر بخش بر دلتا x دلتا x میره به سمت صفر میشه مشتق فی میشه فی پریم x صفر فی چی؟ ببینید من چکار میکنم این رویهی که من دارم رو یه بار با صفحه وقتی میدید y کلن توی ثابته یعنی چی؟ با صفحه y مساوی با y صفر وقتی شما برشش میدی صفحه y مساوی با y صفر کجاست؟ یعنی اینجاست مثلا اینجا برشش میدی خب این رویه هست به شکل به این فرمیه با y مساوی با y صفر یک کمان یک خم میشه اشتراک یا تقاطع صفحه برش دهنده و این رویه مثل کیخانه میخوای با چاقو برش بدی خب وقتی رو برش میدیم یه چنین بحثی به وجود میاد اینو برش میدید این سر از اینجا در کلی که خم به وجود میاد به این صورت حالا خیلی از اون طرف خب برش میکنه این چیزی که اینجا اتفاق میفته خم آبی رنگ به فهم دقت کنید این خط معادلهی معادلهش هست فی ایکس یعنی اف ایکس و وای صفر اسمش رو چی میداریم؟ محل چی میگه اشتراک رویه زد مساوی اف ایکس و ایگره و صفحه وای مساوی وای صفر خب یه رویه خنه توی این نقطه اینو به دستون چیه؟ میشه این میشه شیب خط مماس بر فی درسته بنویسم بهتر بنویسمش میشه شیب خط مماس بر خم فصل مشترک چی رویه زد مساوی اف ایکس و ایگره این کل رویه و خم اف ایکس و وای صفر
همون فیکس. این یه خله. وقتی شما حد میگیری یه خط مواس اینجا ظاهر میشه. لطفا توجه کنید این خط مواس. این خط مواس است. این آبی رنگ پررنگی که میبینی میشه خط مواس. خط مواس برای رویه کشی میشه به دست داریم. پس یه معنی هندسی خوب برای پیدا کردم. به همین ترتیب اگر من بیام رویا رو برش بدم با صفحه دفعه Z مساوی با YX مساوی با X با صفحه X مساوی X برش بدم چون صفحه به وجود نگاه کن یه خم اینجوری به وجود میاد. این خم و یه خم برش اینجوری دادم یه برش اینجوری دادم یه روی این خم اینجا به دست میاد یه خم اینجا به دست میاد. حالا دوباره اگر من اینو تحلیل کنم به چی میرسم؟ به شیب خط مماس بر خم فصل مشترک این روی این دفعه خم چی؟ سایه x مساوی با f x صفر رو باید پس این هم بریزم بر مجردش رو بیدم. این هم میشه یه سر خط مماس. خط مماس پس دومش هم بریزم اینجا که شما توید استفاده کنید. پس به قسمت دوم x رو میگیریم مساوی با x صفر یه تابع به دست میاد بر حسب y میشه چی؟ f x صفر رو y نه؟ تابع متغیر است. بعد دو رابطه دویی که مشتق تعریف کردیم میشه لیمیت سایه y به اضافه y صفر به اضافه دلتا y منهای سایه y تقسیم بر دلتا y وقتی دلتا y میره به سمت صفر میشه سای پریم وای میشه مشتق هم وای صفر. این هم میشه چی؟ شیب خط مماس بر خم فصل مشترک رویه زد مساوی فیکس و ایگره و خم سای ایکس مساوی اف ایکس صفر رو بخش سای وای خب تموم شد. پس من یه سفری حالا من رو سفر خطا رو جدا کنم یه رویه داشتم اینجا به این صورت مثلا که در نظر گرفتیم حرفا یه بار برشش دادیم با یه خم اینجوری دست اومد یه بار برشش دادیم یه خم اینجوری دست اومده برش اینوری شد اینجوری مثلا درسته؟ یه شیب خط مماس توی این نقطه ای که هم دیگر قطع میکنن اینجاست در واقع یه بار یه شیب خط مماس اینجا به وجود میاد با مشکین کشم یه بار شیب خط مماس با قرمز رنگ به وجود اینجا اینا یه صفحه وجود عبور کنه جالبه من دو خط از صفحه خط مماس رو پیدا کردم دو خط از صفحه خط مماس بس بنابراین دارم نزدیک میشم با هدف کلی احتمالا صفحه‌ای که از این دو خط مماس بگذره همون صفحه مماس است هندسش داره درست میشه جبرش هم درست میمونم بنابراین خیلی خلاصه این تحلیل رو بذاریم کنار میتونم اینجوری جمع‌بندی کنم کل بحثمو که از این بعد شما توی عمل با این بحثی که من میگم کار میکنید اگر شما این تابع دو متغیره داشته باشید در از آردو به توی سی که تو فضای آرسه شکلش در نظر گرفتیم تو فضا وقتی میگم مشتقات جزئی برای اثبات وجودی مشتق جزئی از حد استفاده میکنید اما اگر حد وجود داشت خواستیم در واقع دقیق تر بحث کنید راجع به حد چی ببخشید محاسبه انجام بدید یه متغیر رو ثابت میکنید متغیر دیگه مشتق میگیرید پس مشتق جزئی میشه چی؟ تابع اف رو داریم از آر دو به توی آر با ضابطه Z مساوی F X و Y درسته؟ و بعد اسمش چیه؟ F پریم X در نقطه X صفر و Y صفر میشه حد F X و X صفر به اضافه دلتا X Y صفر منهای F X صفر و Y صفر تقسیم برای دلتا X وقتی دلتا X میره به سمت صفر و مشتق جزئی نسبت به y در نقطه x0 و y0 میشه حد f x0
و وای صفر به اضافه دلتا وای من وای اف ایکس صفر وای صفر بعد دلتا وای وقتی دلتا وای میره بسن. این بخش آموزش شما گفتیم بخش یادگیری که شما رفت پیدا میکنید کم مطالعه کنید کم تمرکز کنید رو مسئله که انشاءالله مطلب بتونید یاد بگیرید. دوستان میدونن که تو مباحث یه بخشی با آموزش دهنده و مباحث آموزشیه، بخش اصلی با یادگیرنده است که خودش بعد فرایند یادگیری رو در واقع دنبال کنه. این میشه مشتق جزئی. حالا پس اگر خواستیم با وجود برای چه بحث مطرح کنیم، دو تا سوال همیشه وجود داره تو بحث مشتق جزئی، یا میگن وجود یا میگن محاسبه. اگر وجود گفتن حد میگیرید، اگر گفتن مشتق پذیر هست وجود رو قبول داریم، محاسبه کنید یکی متغیر ثابت میگیرید نسبت به یکی مشتق میگیرید. بزن مثال بزنم. مثال مثلا میگه f x y مساوی است با x2 به اضافه y2 منهای 2x y به اضافه 1. این تابعی دو متغیرات چند جمله ایه، همه جا مشتق پذیره، همه جا پیوسته است، شرایط خوبی هم داره. این تابع همه جا مشتق جزئی موجوده. فرض کنید مشتق جزئی F موجوده خب در نقطه مثلا یک و منهای یک، این مشتق ها را بیابید. خب من چون وجود رو خودش بحث کرده راجع به محاسبش میگم F پریم X ریگره نسبت به X. ببین Y رو میگیرم ثابت نسبت به X مشتق بودم میشه 2X، مشتق به Y2 نسبت به X صفر، 2X دیگه مشتق به 2X میشه 2Y، هر چیز دلیل X بود دیگه، مشتق از تابع ثابت هم عدد ثابت هم میشه صفر. ببین اینجا وقتی نسبت به X مشتق میگیریم هم Y مشتق از صفر میشه هم یک، به همین صورت F پریم Y X و Y مساوی میشه با 2Y منهای 2X. به این صورت مثال بعدی مثلا F X و Y مساوی است با ln x2 منهای y2. خب یه جایی مشتق جزئی داره میگه درست مشتق جزئی اینا بیابید، یعنی فرض کرده وجود داره در مورد چی وجود چیه یافتنش صحبت میکنه. پس f پرایم x و نقطه x و y مساوی میشه با گفتی مشتق ln چی میشه u پرایم بعد 2u. خب مشتق ln u اون u پرایم بعد u خب نسبت به x، پس میشه 2x یو چیه؟ ایکس دو من های وای دو مشتق نسبت به وایش در نقطه ایکس و ایگره میشه چی؟ منفی دو وای روی ایکس دو به اضافه من های وای. این هم میشه مشتقات جزئی، محاسبهشون، وجودشون و تحلیلی که شما روی قسمت بتونید انجام بدید تا ببینید چه اتفاق میفته. من یه توضیح راجع به دوباره مشتق جزئی روی شکل تابه میدم روی در واقع صفحه، اگر اجازه بفرمایید من در واقع فیلمو بیارم روی شکل. لطفا دقت کنید اینجا فضای x و y و z رو داریم در واقع اینجا که در واقع تابع فضای آرسه هستش. این شکل آبی رنگ رویه ماست. برزن میرسید نگاه کنید دو تا خم داده به شما، یکی C1 اینجا، یکی هم C2 اینجا، درسته؟ این خمها چی هستن؟ همون خمهایی هستن که فصل مشترک صفحه برنده مثلا Z مساوی X مساوی Y مساوی B و رویه ایجاد میکنه و X مساوی A و رویه ایجاد میکنه. T1 و T2 هم که اینجا قرمز رنگه در واقع خطهای موماس بر خم C1 C2 که توضیح دادم خدمتون به چه صورت راجبش بحث میشه گویاتره. من فکر میکنم که بهتر میتونه به قسمت‌های دیگه ما رو کمک کنه در واقع. حالا در ادامه بحث بگذاریم ببینیم در واقع چه رخ میده برای در واقع مثال‌های بعدی. بنابراین ما هر جا لازم شد حد میگیم، هر جا لازم شد مشتق استفاده میکنیم. حالا جالب اینجاست دیگه مشتق رفت مشتق یک متغیره، هر چی تو یاد یک بلد بودی رو چی پیاده کرد. فقط شما باید یادتون باشه مشتقات جزئی رو به چی دوید با هم دیگه در کنار هم قرار میدید. مشتق های جزئی مرتبه بالاتر قبلا داشتیم مشتق های جزئی
مرتبه های بالاتر. قبلا مشتق مرتبه اول داشتیم، دوم، سوم، چهارم، چهار مشتق می‌گرفتیم. حالا شما دوبار نسبت به x مشتق بگیرید، دوبار نسبت به y مشتق بگیرید، یعنی میشه دوبار نسبت به x مشتق بگیرید، f پریم xx مثلا، یا f پریم yy مثلا، دوبار نسبت x مشتق گرفتیم، دوبار نسبت به y مشتق گرفتیم، سه بار نسبت به x مشتق گرفتیم. میشه چی پس بگیرم؟ ولی این سوال، اگر من از x مشتق بگیرم بعد y مشتق بگیرم اشکال داره؟ یا از y مشتق بگیرم بعد x مشتق بگیرم؟ این هم میشه، پس توام با هم هم هست. مشتق های مرتبه بالاتر میشه سه بار نسبت به x مشتق بگیری، دو بار نسبت به y مشتق بگیری، اول نسبت به x نسبت به y و بالعکس. پس مشتق های مرتبه بالاتر تو توابع به وجود میاد. یه چند تا نوتیشن داره که من نوتیشن رو برای شما در واقع بیان میکنم، شما ببینید چه علامتی برای مشتقات جزئی ایجاد میشه و میگن مشتقا نسبت به مثلا x و y چطوری عمل میکنه. قسمت اول fx x رو داریم، میشه از fx نسبت به x مشتق. پریم هم فکر من اضافه گذاشتم اینجا، لازم به پریم گذاشتن نیست. وقتی علامت x پریم fx میذاریم پایین، مشتق نسبت به و مشتق نسبت به y میرازی به در واقع این بحث است. خب من زیادم رفت بگم تو توی نماد گذاری. علامت مشتق تو ریاضی با یه دیفرانسیل مطرح میشد. دیفرانسیل حالا جلوتر میگم توضیح میدم خدمت دوستان. ببینید ما یه دیفرانسیل داشتیم دی اف به دی ایکس در نقطه ایکس میشد چی؟ اف پریم ایکس، که در واقع دی اف دیفرانسیل در نقطه ایکس میشد چی؟ مشتق تابع در دیفرانسیل متغیر. این چیزی که قبلاً راجع بهش بحث میکردیم. حالا این دیفرانسیل کامل هست چون به نسبت به کل x نمو میدادیم، متغیرمون یکی بود. متغیرها وقتی یکی باشن تغییرات دیفرنس در واقع دیگه، تغییرات تابع نسبت تغییرات متغیر توی یه لحظه داره بحث میکنه. به شما گفتید دلتا f بر دلتا x، وقتی دلتا x میره به سمت 0 میشه دی اف به دی ایکس، دیفرانسیل در یک لحظه توی یک نقطه اتفاق تفاضل. حالا وقتی شما تغییرات رو نسبت به متغیر ایکس یا وای میگیرید دیگه دی اف کامل نمیتونید بذارید، به خاطر اینکه هم نماد دی توش باشه هم با دیفرانسیل کل کامل اشتباه نشه از کلمه روند استفاده میکنن، روند اف به روند ایکس به جای مشتق نسبت به ایکس، و روند اف نسبت به روند وای مساوی با f y. لطفا به این موضوع خیلی توجه کنید. دو تا در واقع نماد گذارید. از رون نزدیک مثل دی میمونه اما کل دی نیست، میگه همون مشتق ولی جزئی. پس مشتق جزئی رو با رون در نشون میدن و با دیفرانس. مثلا اینجا می‌رسیم چی؟ اول می‌رسیم روند f به روند x، دوباره از این مشتق می‌خواه بگیریم میشه روند این به روند x، یعنی روند روند f به روند x به dx به روند x. f y y میشه f y y میشه روند f y به روند y میشه روند توی این هم میشه روند f به روند y به d y. حتی نمشون میدن که روندوی f به روند x دو هم میگیم، این هم میسیم روندوی f به روند x دو. تا اینجا n بار هم که میخواییم مشتق بیدهش که نداره، f x x x مثلا x میزید n بار، خب این میشه روند n f به روند x n. تا اینجا مشکل نداریم. یه مقدار تو نوتیشن بوداری زمانی با مشکل مواجه میشه شما که چیه؟ که x و y رو با هم در واقع ادغام میکنیم، یعنی سه بار نسبت به x چهار بار نسبت به y مشتق میگیریم. اونجا این مقدار بحثمون شاید یکم سخت‌تر بشه که با دقتی که انجام میشه در واقع میشه راجبش بحث کرد. مثلا روند f x y رو بخواهم انجام بدیم، روند f به x بعد نسبت به y میشه f x y مساوی است با روند f اندیس x به روند y. این هم ها در اولی پیاده کردم، بعد داخل پرانتز قرار میدم روند f به روند x به روند y.
اگه بخوایم یه جا نسبت به روم بنویسیم، دو بار مشتق گرفتیم، یه بار نسبت به x، یه بار نسبت به y. روندوی f به روند x روند y که در واقع به این فرمت دیده شد. و بعد همین اگه شما جا به جا کنید f y x رو ببینید، میشه f y x میشه روند به روند x اول بیرون اقتقایی ندارم به داخل، فقط جایگذاری میکنم، بعد اینم جایگذاری میکنم، میشه روند به روند x چی؟ روند f به روند y. پس میشه دو بار روند گرفتن از f، یه بار نسبت به y، یه بار نسبت به x. این دیگه قاعده است دیگه توی سیستم های مختلف. شما میشید از مشتق های بالاتر استفاده کنید، بهره مثلا f f x و y مساوی است با x به توان 3 منهای y 3 به اضافه 3 x 2 y به اضافه y 5 به اضافه مثلا 1. از این بخواهیم نسبت به روند 3 f به روند y روند x 2 رو بحث کنیم. میشه روند به روند y روند به روند y روندوی f به روند x2. اینجوری میشه دیگه نه؟ حالا من سیدم سریع نمیشتم بذارید محله محله سم شما جا میدید که بسن تو یه روند جدا کردم، روندوی f میمونی صورت به روند x2، همینه دیگه. خب اونم که دوبار نسبت به x مشتق گرفتره، پس من این کار میکنم، اول روند f به روند x میشه بعد چی؟ 3x2 به اضافه 6xy روندوی f به روند x2، یه بار دیگه از این مشتق میگیرم، میشه 6x به اضافه 6y. حالا از روند به روند y روندوی f به روند x2 رو حساب میکنم، میشه 6 از این موند. یا مثلا عبارتی دیگه که شما تو راجبش محاسب، خیلی بحث در واقع سختی نیست، شما فقط توی نوتیشن گذاری مفاهیم اشتباه نکنید، بقیه بس این همون ریاضیات رخ میده مرحله به مرحله که شما میخواید جای گذاری کنید. یه قضیه میگم بحث رو فعلا اینو دارم متوقف میکنم، بحث در واقع چیز سوال تبدیل که رخ میده، مثلا پرسید اگر شما یک بار نسبت به x مشتق میگیرید روند f به روند x، بعد به نسبت به y از این مشتق میگیرید، یه بارم روند f رو نسبت به y انجام میدید، بعد نسبت به x از این در واقع مشتق میگیرید، آیا با هم فرق میکنه؟ چی میشه چی؟ این میشه f x y، این میشه چی؟ f y x. آیا با هم برابرن؟ یا برابر نیستن؟ چه وضعیتی بین رخ میده؟ نه آیا چه اتفاقی بین این ها هست؟ اینا چه اتفاقی واسه شون میفته؟ بحثی که مطرحه؟ نه، در حالت کلی برابر نیستن، در حالت کلی برابر نیستن، یعنی مثال هایی داریم که اینا با هم مساوی نیست، اما یه قضیه داریم، اینا قضیه کلاروت. قضیه کلاروت در خصوص تساوی این دو مشتق صحبت میکنه، مشتق جزئی، میگه اگه روی یک در واقع قرصی تعریف شده باشه، پیوسته باشه و در نقطه دیگر نقطه آبی هست، مشتقات جزئی دوم موضوع پیوسته باشن با هم برابر. اگر f در یک قرص به مرکز A و B پیوسته باشه و مشتقهای جزئی fxy و fyx در این نقطه موجود و پیوسته باشند، آنگاه fxy مساوی fyx میشه در نقطه A و B، با هم برابر میشه. پس این شرط حتما بعدش بذاریم. حالا شاید بپرسید خیلی سخته، شاید شرط سختی، نه، مثلا توی این شرط شما نگاه کنید تابع چند جمله از هر مرتبه مشتق پذیره، پس به راحتی میشه f به مرکز و هر توی کل R2 f پیوسته است، مشتقای جزئی مرتبه دوم مرتبه n هم داره،
پس موجود پیوسته هستن. یعنی شرط خلزیکرارویت وجود داره. پس f y x هم f مثلا دیگه شد f x x f x y f x y شد چند؟ 6. f y x هم حتما فرد شد 6. حالا دیگه چرا؟ اول f در واقع اینجا بودیم دیگه، نه من اشتباه گفتم خدمتتون، اینجا f اول f f x دو وایه، اصلا من بحثم اونم اینجا بعد اول کنم. روند f، روند f به روند x، روند y اول نسبت به x بگیم بعد نسبت به y، نسبت میشه روند به روند y، روند به روند y، روند f به روند x. اینجوری میشه دیگه اگه من خواهم محاسبه کنم، میشه روند به روند y، روند به روند y، روند f به روند x میگه 3x2 به اضافه 6xy که اگه نسبت به y مشتق بگیرم میشه چی؟ میشه 6x. حالا روند f به روند x روند y عمل کنیم، میشه روند به روند x روند f به روند y، خب میشه روند به روند x روند f به روند y چی میشه؟ میشه منفی 3y2 به اضافه 6x2 به اضافه 5y4. اگر این شما نسبت به x مشترک بگیرید میشه 6x، پس این دوتا با هم مساویه، قضیه پیرایت برقراره، پس این رابطه درست خواهده. حالا دقت کنید روند سریه f به روند y روند x میشه که نوشته گیر میشه، گفت f در واقع x2 y. این هم راجبه نوتیشن گذاریه در واقع این دوباره نوتی خاصی من دیگه راجبه مشتق جزئی ندارم، مشتق جزئی تمام، تا جلسه بعد راجبه صفحه موما صحبت کنیم، یعنی معنی دستیش. موفق باشید.